در مکتب اندیشگی که میاد میگه فرهنگ محور هست، پس کمابیش بدیهی میشه که در واقع هر گونه اصلاح، تغییر، پیشرفت پایداری در یک کشور به در واقع تغییر فرهنگ یا اصلاح فرهنگ نیازمند هست. من اینو عرض بکنم که از این جمله درست، از این گزاره درست، یک مغلطه آشکاری شکل گرفته، اونم خیلی از میشه گفتش که پشتیبانان وضع موجود یا حامیان حکومت، اونم این که میگن خب پس برای چی اصلا کسی بیاد با هر حکومتی، حالا جمهوری اسلامی باشه یا هرچی، برای چی اصلا با یه حکومتی ما بیایم مخالفت بکنیم؟ ما باید بریم فقط کار فرهنگی کنیم، باید بریم یه 30 سال، 40 سال، 50 سال، 70 سال مثلا کار فرهنگی بکنیم، اصلاحش بکنیم، درست بشه، بعد اون وقتی که تازه میشه مثلا به هر گونه تغییر سیاسی، اصلا کنش سیاسی اندیشید. و این در خودش مغلطه ای هست دیگه. این در پاسخ این مغلطه آشکارترین مثالی که به کار میره، میان میگن کره شمالی و کره جنوبی، اینا که نژادشون یکی بود، زبانشون، تاریخشون، همه چیشون یکی بود، دست کم تا سال 1950 این حدودا یکی بود، بعد یه دو نیمه شد در اثر اون نفوذ بلوک شرق و غرب و جنگ کره و اینا، بالاخره آتش بسی دادن که تا امروز هم به صلح نیانجام میده، فقط آتش بسه. بعد بالای مدار نمیدونم چند درجه، 49 درجه اصلا یادم خاطرم نیست، بالای مداری، یعنی اگه مرز کره شمالی و جنوبی ببینید، ببینید که کمابیش مصنوعی هستی، یه خط انگار کشیدن روی نقشه. بالای مداری مثلا نظام سیاسی و اقتصادی کمونیستی جا شد، در جنوب اون مدار مثلا نظام مثلا غربی و نظام سرمایه‌داری و غیره تحت حمایت آمریکا و نیتو اجرا شد. و ببینید چقدر تفاوت داره، مثلا تفاوتش هم واقعا انکار ناپذیره، یعنی از تفاوت مثلا تولید ناخالص ملی سرانه بگیرید تا سر و شکل شهرها یا مصرف برق، مثلا نقشه‌شون نگاه بکنید، کره شمالی که کمابیش تاریکه، کره جنوبی سراسر درخشانه، تا رفاه مردم و حتی قد مردم کره جنوبی و شمالی، خیلی جالبه که یه مردمی که یکی بودن الان قدشون مثلا کره جنوبی چندین سانت بلندتر هست به دلیل خورد و خوراک بهتر و رفاه بیشتری که داره. بعد میگن که خب این در واقع در پاسخ اینه که فقط فرهنگ مطرح است. ببینید تغییر فرهنگ جدا از سیاست نیست، یعنی فرهنگ اینجوری نیستش که در یک توهیگی، در یک خلایی باشه جدا از سیاست. از سال 1950 به این سو دست کم اصلا نه تنها نظام سیاسی کره شمالی و جنوبی متفاوت و حتی میشه گفت پادورز یا متضاد هم دیگه شده، بلکه فرهنگشون هم متفاوته. شما مثلا در کره جنوبی از نظر فرهنگی رسانه های گوناگون دارید که حق انتقاد دارن، در کره شمالی مثلا یه لحن خاصی دارن اخبارگوها یا مجری تلویزیون که باید در مورد رهبر کبیر مثلا یه جور خاص صحبت کنن، وگرنه ممکنه مثلا شوخی شوخ خودشون و خانوادهشون کشته بشه. یعنی میخوام بگم که این که فرهنگ باید تغییر بکنه به این معنی نیستش که پس ما مثلا باید چند دهه مثلا کار سیاسی کلا تعطیل بشه تا اینکه بریم مثلا فرهنگ رو درست بکنیم، بعدا حالا بیام یه فکر چیزی بکنیم، فکر مثلا یه کار سیاسی انجام. اینا با هم در هم آمیخته است و باز برگردیم به همون پرسش دیگری که به نظر من یه میزه گرد خودش رو شایسته است داشته باشه، اینه که حکومت هم در خواه ناخواه حتی اگه ادعا کنه در سیاست گذاری کلان فرهنگی بیطرف هست، به نظر من نمیتونه اصلا چنین چیزی باشه. یعنی حتی کسانی که ادعا میکنن حکومت باید در سیاست گذاری کلان فرهنگی و شناسمان یا هویت ملی بیطرف باشه، حتی اونا هم در عمل اگه قدرت بگیرن نمیتونن اجرا کنن، حتی در هیچ کشوری عملا اجرا نمیشه، میخوام اینجوری بگم تقریبا محال هست. و بعد اینجا پس وقتی این حقیقت رو بپذیریم که نظام سیاسی خواه ناخواه روی فرهنگ تاثیر داره، آنگاه میتونیم بیان بشیم بحث کنیم که خب پس کرانمندی یا حدود و ثغورش چقدر باید باشه. آیا مثلا حکومت باید بیاد کارهای فرهنگی رو به زبون ساده خرده مدیریت یا مایکرو منیج بکنه؟ آیا خوبه که مثلا یک فرض کنید وزارت فرهنگی داشته باشیم
حالا الان وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی داریم، مثلا نسخه ملیشو داشته باشیم، بیاد ببینه هر کتابی یا شعری یا نمیدونم هر فیلمی، هر محصول فرهنگی آیا مثلا با هویت ملی ما سازگار هست یا نیست. اگر نیست مثلا پروانهشو لغو کنیم، پروانه نمایشیشو لغو کنیم، یا نه چیزی فراتر از این هست. در واقع اونجا میشه تازه شکافت که پس کرانمندی و حدودش باید چقدر باشه، بعد چه خطراتی میتونه داشته باشه اگر دخالت حکومت در امور فرهنگی بیش از اندازه باشه، چه خطراتی میتونه داشته باشه. اگه کمتر باشه یا کمتر از اون مقداری که بایسته است باید باشه، اونجا چه خطراتی میتونه داشته باشه. اینا رو میشه، همه اینا رو میشه شکافت. الان من نمیخوام اینجا بشکافم چون زمان محدود هست و موضوع میزگرد هم چیز دیگری است، ولی میخوام بگم که همه این پرسش ها به اون دو مکتب اندیشه که اشاره کردم، همه اینا به هم مربوط هم، مثل رشته های تسبیح به هم مربوط هستن.